نسخر به این که ببینی یا کس خودشه به چه روزی اندست صدای بابای گستن بشنم و قلقلک میده میدونی بچه ها؟ تا بخوان اینجا نعمت فرابونه میخوام به شالی کنین دنیا به کار بکیه بک به خیال کرده میتونه از چنگ ما دیاره بره را بیفته اینو بدون که همیشه اینطوری نمیمونه بالاخره یکی پیدا میشه که انتقام ما رو از تو و این دار و دسته خونخوارت بگیره من نمیتونم حرفامو نزنم باکی ندارم خفه میشه یا نه خفه نمیشم خفه نمیشم بزن نامرد بزن دیگه بزن راحتم کن بزن راحتم کن آخ آخ بس چرا معطلی قاتل بترس از روزی که قانون گریبان تو بگیره حالا دور دور توه هر ظلمی میخوای بکن نمیر خیل سر هلا بچه ما بیفتی کمک کنی قربانت سلام آشتاسه حالت چطوره؟ سلام از بنده است شما رو به جا نمیارم آقا چی؟ منو نمیشناسی؟ نه آقا درست به خاطرم نمیاد ولی قیافتون خیلی آشنا من حمید پسر علی خانم آه حمید آقا ماشالله هزار ماشالله چقدر بزرگ شدی ممنونم. یه چایی بیار پسر انشالله منو میبخشین که نشناختمتون خب حمید آقا چه خدمتی ازم برمیاد؟ عرض کنم که ماشاءالله یه اسب زبر و زرنگ میخوام که باهاش برم ده اتفاقا من خودم هم میخواستم برم ده شاگردم رفته اسبمو بیاره میدمش به شما من بعدم میدم اسب حاضره بدش من اسب خیلی خوبیه حمید آقا متشکرم قربون دستت اون چمدون من پیش شما باشه تا بعد خدا پشت و پناه خدا حافظ برو سلامت امسال وضع محصولمون خیلی خوبه آره پدر ولی اول باید بگیم محصول اون طرف رو جمع کنن که مهم نیست خودت هم میتونی این کار رو بکنی اون طرف رو چی پدر؟
اونجا؟ آها، گوش کن پسرم، من که دیگه نباید بستم. مجده، چی؟ مجده، چی داری میشی؟ علی خان، علی خان، نفس کف 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 چیز اومده؟ چی اومده؟ چیز اومده؟ این چی داره میگه؟ چی؟ کی اومده؟ چی میگی؟ چیز اومده، شما نمیدونین کی اومده، بگید تو بهتون بگم. تو که زبونه ما، پسرتون حمید. حمید؟ آره. پسرم؟ بله. خدای بزرگ. باشی منم بیام. کجا؟ پدر تو هم بگو همه برو جلو، برو جلو ما تیش کندی که حمید پسرم پسرم چه بزرگ شدی خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکنم بابا عوضش گردنه تو هم خوب کلاف شده به قول شهریار هیکل تکه همه تون امشب مهمون منه افتخار ورود پسرم جشن میگیرم مثل اینکه زیاد از اومدن برادرت خوشحال نیستی درست فهمیدم اینطور نیست جواب تو خوشحال باش که نامزد عزیزت اومده فهمیدی؟ هیچ معلوم این کینه و نفرتی که از علی خان و حمید برادرت داری برای چیه؟ فوزولو بردن جهنم گفت هیزومش تره تو به خودت بد میکنی سزای این همه خوبی که به تو میکنن نباید این رفتارت باشه این خوبی ها رو ببرین خیر انواتتون بکنین و منت سر من نذارین آه کسی نخواسته منت سر تو بذاره تو اصلا قدر چیزی رو نمیفهمی که کسی بخواد منت سرت بذاره چی گفتی؟ مثلا میفرمایین که برای جناب علی چی کار کنن؟ تو دنیا فقط شما معنی خوبی رو میفهمین اینطوره؟ تو فک و فامیلت خیال میکنین خوبترین آدم ها هستین آره؟ ولی اینو بدون از همه تون متنفرم از همه تون بیزارم چون پیرمرد احمد چون نامزد نازک نارنجی تو و چه خودت فهمیدی؟ متنفرم بدم میاد بدم میاد نمیخوام ریخته هیچ کدومتونو ببینم هر چیزی باید علتی داشته باشه لابد این کار تو هم بدون علت نیست چه علتی بالاتر از این که همین الان نمیخوام تو رو ببینم چرا تنهام نمیذاری چرا از اینجا نمیری گم شو گم شو حیف که چیزی سرت نمیشه چه بچه کنن از کلت بندست بیرون آدم با لباس خیلی منم میشه تو فکر تو بودم و به هیچ دوباره دیگه این فکر نمی کنم میدونی ما خیلی وقت بود هم دیگر رو ندیده بودیم همیشه فکر میکردم تو رو از دست دادم فکر میکردم زندگی شهر و دخترهای چی؟ چی شده غزل؟ اون بود اون سلاخ وحشتناک داشت ما رو میپایید نمیدونم چه خیالی داشت از غربیکو میگم از غربیک؟ از غربیک دیگه کی؟ بریم از اینجا بریم من میترسم منو دارن صدا میکنن باید برم کمک کنم بریم بریم میدونین چندین ساله که آرزو میکنم دوباره تو رو سر سفرم ببینم پدر تو خوبترین پدرهای دنیایی و خوبترین پسرهای دنیا رم دارم چیه؟ مثل اینکه ناراحتی اتفاقی افتاده؟ نه فقط میخواستم بدونم این از غربیک سلاخ کی؟ بچه این طرف هست؟ آره پدر ای سگ کسی دوباره این ورا پیدا شد مثل اینکه طاقت دیدن مهمون ناخونده رو نداریم مهمون اسم مرده نه تو خیلی خوب بیا بریم یلا یلا چی کار میکنی؟ وایسا همینجا من با تو آدم کسی هیچ کاری ندارم تو یه دزد بیچرم و پستی اگه این دفعه این ورا پیدات بشه با دستای خودم میکشمت میفهمی چی میگم؟ میگن سنگ بزرگ علامت نزدنه بی خودی داری قمپوز در میکنی خفشو دوست حق باز اگه مرد این کارا بودی جونم هیچ وقت این آتیشو زیر دیگ اون پست بی معرفت نامرد روشن نمیکردی آخه اگه از خدا نمیترسیدم مغز هر دوتونو با گلوله پر میکردم خدا آخر شناخت شاخش نداد گوش کن من دیگه دارم از دست زیا کلافه میشم
دخترمو که از دستم گرفت. امروزم با یارو باراش ریختن، 80 تا گوسفند منو بردن، فهمیدی؟ چوب خدا صدا نداره. تو حالا باید کفاره گناهای خودتو پس بدی. من دیگه تصمیم خودمو گرفتم. تو باید بیای پست شهادت بدی. اگه نیای من بی خودی علافم، میفهمی؟ از اولم علاف بودی بیچاره. اینو بدون، فقط یه چیز منو آروم میکنه، اونم دیدن سر این ناکس نالوتی بالای داره. من خدا نیستم که کسی را قصاص بدم. ولی خودت خوب میدونی سر و ته این کار دست توه. تو باید ترس و لرز و این بهانه ها رو کنار بذاری، حقیقت رو بگی. اینو بدون، اگه نیای تنها میرم، اون وقت پای تو هم میاد وسط، میفهمی بزدل احمق؟ چشمم گوشو یه نامرد، تو هیچی نداری. اگه دهنه تو دهنه زیادی میکنه یه دفعه دیگه بازی عفو بسام. ضعیف کشی نشونه مردونگی نیست، ولی بازم تو یه جو بخار تو وجودت هست، یه خود مردونگی داری، نه مثل اون بابای خوابش و پس فترات. پس اونه که دل شنیدن حقیقتو نداره. زورتو جمع کن تا وقتی بابا تو هچل افتاد بتونی بری نجاتش بدی. زیادم منتظر نمیشی. من فردا اول وقت میرم پست امنیه و همه چی رو میگم. همه چی رو من دیگه دارم از دستت یا کلافه میشم. دخترمو که از دستم گرفت. چوب خدا صدا نداره. تو باید کفاره گناهای خودتو پس بدی. تو باید بیای شهادت بدی، حقیقتو بگی. من فردا اول وقت میرم پست امنیه و همه چی رو میگم. خیلی خوشش میاد، دم لونشم سبز میشه. فرمایشی بود؟ مهمون حبیب خداست. کف نگو مرد، برو بیرون.
برو مهمون اون بابای ترسوت باش پسر، برو. بابام؟ همونی که چند تا نامرد تیکه تیکش کردن؟ آسمون ریسمون به هم نباف، این چاخانا اینجا خریدار نداره. نامردا حقیقت رو پنهون میکنن، نامردا چاخان میگن، فهمیدی؟ نامردا. مرد و نامرد تو دنیا اجر و پاداششون یکیه، ولی مرد اجر و پاداششو برای راستی و درستی خودش میگیره. تو یه مرد پیدا کن بیار به من نشون بده تا من حرفاتو باور کنم. این مرد، مردی که خیلی چیزا رو میدونه، مردی که میدونه چطور خونه یه نفر به آتیش کشیده شده، چطور پدر و مادر یه نفر شقه شقه شدن. شقه شدن؟ نه، نه، من هیچی نمیدونم، من هیچی نمیدونم. تو همه چیزو میدونی، تو نمیتونی این چیزا رو پنهون بکنی. دستای کثیف تو از یخه من بردار پسر. من هیچی نمیدونم که به تو احمق کل شق بگم. تو نامردی، یه نامرد. تو یه دزد کثیفی، تو یه قاتلی. من قاتل نیستم، قاتل پدر مادر تو علی خان قلدر نامرده. اونه که پدر مادر تو رو کشت، اونه که زندگیشونو به آتیش کشید. تو دروغ میگی، تو یه رذل پستی، تو یه ترسوی بزدلی. اگه ترسو بودم کسایی رو که میتونستم نجات بدم نمیذاشتم با خاری و زاری کشته بشن، نمیذاشتم خونه و زندگیشون اونطوری به آتیش کشیده بشه، فهمیدی؟ پس تو اونجا بودی، تو هم تو قتل اونا دست داشتی. نامرد کسی، تو باید بگیر، تو باید قتلشو بگیر. حمید، پسرم، چی شده؟ بگو چی شده؟ هیچ سردر نمیارم. چرا اینجوری شدی؟ از قربه کشته شده. اونو کشتن. من جسدشو دیدم. کشته شده؟ کی اونو کشته؟ فکر میکنی کی اونو کشته؟ نمیدونم پدر، ولی شال کمرت اونجا بود. تا وقتی که زنده بود یه طور باعث درد سرم میشد، حالا با مرگش یه طور دیگه دست پامو تو پوست گرد گذاشته. لعنتی، لعنت به این مرد کثیف. ممکنه امنیه ها بیان اینجا، ولی تو خیالت راحت باشه، اونا به تو سوءظن نمیبرن. من خودم و قاتل معرفی نه میکنم. پدرم، تو نباید این کار بکنی. تو آزارت به یه مورچه هم نرسیده. مثل که امنیه ها دارن میاد.
خودشونن هم نیهان. من باید برم خودمو معرفی کنم. نه من نمیذارم پدر. تو قاتل نیستی. اونا باید قاتل حقیقی رو بگیرن. احمق نشو پسرم. تو جوونی. تو باید زندگی کنی. از من دیگه گذشته. من باید برم. صبر کن پدر. ولم کن بذار برم. گوش کن ببین چی میگه. تو نباید این کارو بکنی پدر. خودتو ناراحت نکن. این کارو باید زودتر از اینا میکردم. هیچ کس نمیتونه بگه من اونو. ولی من میگم که تو بیگناهی. تو داری بی خودی خودتو فدا میکنی. باور کن هیچ کس قدر این کار تو رو نمیدونه. میفهمی پدر؟ مثل این که تو نمیخوای بفهمی. گوش کن پدر. اگه تو بخوای این کار رو بکنی بهشون میگم که من قاتل هستم. من خفه شو. بی خود خودتو وارد معرکه نکن. منو ببخش پدر. خدایا به امید خودت. نام قانون شما را به جرم قتل اصغر بیگ توقیف میکنم. من حاضرم. بله من اونو کشتم. من قاتلش هستم. رابیا دارن آیه خانم میبرن. دستگیرش دارن. همجوری واسده برو چلو چلوشو بگی. نه اموجو اینطور نیست. تو قاتل نیستی. تو رو نباید توقیف کنم. آروم باش دخترم. کار این دنیا اعتباری نداره. من مجبور شدم رو کشم. ولی این برای من مثل روز روشنه که تو قاتل نیستی. برو دخترم. برو مواظب حمید باش. سعی کن اونو تو زندگی خوشبخت. خدای بزرگ خودت به من رفت کن. گریه نکن من هم گریم میگیره. درسته که امی آقا شال و کمر علی خان رو اونجا دیدن. ولی این کار از علی خان بر نمیاد. میگن آدم بیگناه سر سفره پدر مادرش میشینه. ولی بالای دار نمیره. گریه نکن قربون شکل ماهد برو. گریه نکن. سلام علی خان. خبرهایی شنیدم. آیا حقیقت داره؟ بله حقیقت داره. بیار اینش پایین. بیا پایین. علی خان من هیچ فکر نمی کردم که شما یه روز باعث قتل کسی بشین. حالا که شدیم. دشمنی شما با اون سر ملک بالا بوده؟ بله. شب مهمونی اون به شما توهین کرد؟ بله. اهالی میگن از شما خواسته بوده واسه چیزی برای شهادت بدین. آیا این موضوع صحت داره؟ اون میخواست منو مجبور کنه که شهادت دروغ بدم. برای همین شب رفتم سراغش که از خر شیطون بیارمش پایین. ولی اون قبول نکرد و به من حمله کرد. اون با چی به شما حمله کرد؟ نمیدونم. یادم نیست. فکر میکنم با کارت به من حمله کرد. ولی روی بدن اون اثری از کارد نبود. من با قنداق تفنگ زدم به سرش. اون به زمین افتاد. من دیگه نفهمیدم چی کار میکنم. چند ضربه دیگم به سرش زدم و از خونه هراسون و وحشت زده اومدم بیرون. پس شما اعتراف میکنین که اونو کشتین؟ بله 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 من اونو کشتم. خیلی متاسفم. ببرینش زندان. بریم.
شده به که ترسو. چی شده؟ بیلیاقت. این هیکل دراز برای لای جرس خوبه. تو باید اینجا مشغول عیش و عشرت باشی، اون وقت همین جوجه علی خان بیاد نفرات منو قل و قم کنه. اینقدر داری برای نگو رئیس. همه زحمت ها و بدبختی ها و بیابونجردی ها و خاش خوردنش مال ماست، اون وقت خوشگذرونیش مال شماست. پس ما اینجا خاقیم. خب نشد دیگه. خفه شو. عرض قدیم گفتم بخشش شب بزرگان رئیس. اگه به خاطر این فروغ دختر از خر بک نبود مرکب جمع نبود بر رو از بیا پایین و دستتان بگی بالا چش گوشاتو بده به من. آقا زیاد دستور داده تو رو ببریم پیشش. ولی به شرط اینکه خیال فرار مرار به سرت نزنه. والا با این مگس پرونی که دست این آقاست من فکر نمی کنم آدم عاقل خیال فرار به سرش بزنه. خوشمزگیاتو بذار پیش آقا زیاد. فهمیدی چی گفتم؟ ببینم آقای نولاتا. نمیشد این آقا زیاد خودش می اومد به ملاقات ما. آخه این که رفاقت نمیشه. آدم سرش کلا نمیدم. از قول من با اون رئیس شکم گندتون بگو سه چهار تا آدم بفرسته سراغ ما، نه شما ها را فهمیده؟ بیا اینم تفنگ تو، ما تفنگی نیستیم. فرستادیمش دیگه. باشه. پیداش میکنم. مطمئن باش پیداش میکنم. Jabot.
آره منم. پس تو پس فطرتونو کشتی؟ آره من اونو کشتم. حالا اومده بودم اموال پدرمو بردارم. اون یه قاتله. نمیدونی انتقام گرفتن چه لذتی داره. نمیدونی الان چقدر خوشحالم. ولی پدرمون الان گیر افتاده. میخوان به خاطر قتلی که تو کردی اونو بکشن. پدرمون؟ نه بابای تو. ایشب یادته تو حرفای اصغر بک خیلی چیزا پنهون بود. هیچ کدوم از اون حرفا به تو مربوط نمیشه. چرا؟ واسه چی بابات میخواد مغز ضیا و اصغر رو با گلوله پر بکنه؟ اگه ریگی به کفشش نیست واسه چی میترسه بره به نفع اصغر شهادت بده؟ اصغر یه دوزه. اون سوابق دوزی و آدم کشی داره. یه موضوع همینجاست. اون دوزی کرده. بابای تو هم باهاش شریک بوده. اون آدم کشته. بابای تو هم باهاش بوده. نه من فکر نمیکنم. اینطور نیست جواد. موضوع همین جا گره خورده. منم واسه واس کردن این گره اومدم اینجا. اون گفت بابای تو حرف کسی رو قبول کردی که یه رودر رد تو دلش نیست. نه اینطور نیست. اشتباه میکنی. به من ثابت شده که پدر شریفت قاتله. اونم یه جانی خفتش رو رفت پس. گوش کن حمید. من خوش ندارم تو رو اذیت بکنم. برای اینکه تو تقصیری نداری. چون حقیقت رو نمیدونی چیه. حقیقت؟ کدوم حقیقت؟ پس چرا خودت هم جرأت گفتنش نداری؟ حقیقت اینه که تو برادر من نیستی. بابات پدر من نیست. حقیقت اینه که بابای تو با همین اصغر بک پدر و مادر منو تیکه تیکه کردن. خونمونو آتیش زدن. تمام زندگیمونو بردن. اینه حقیقت. خیلی سخته که آدم یه وقت چشماشو وا کنه و ببینه. یه عمر گول خورده، یه عمر دروغ شنیده. ببینم تو از کجا این چیزا رو خبر داری؟ یه عمر حس میکردم که تو این خونه غریبم. با چشای خودم میدیدم پدر و خانواده‌ات با من مثل بچه سر راهی رفتار میکنن. اون وقت چی؟ اون وقت فکر کردم تو این یه سریه. سعی کردم هر طور شده از قضیه سر در بیارم. خیلی وقت بود میدیدم پدرت هر چند وقت یه بار طرف خوابگاه درویش نعمان میره. یه روز بیرون که بدون دنبالش رفتم. خب چی فهمیدی؟ هیچی از حرفاشون. فهمیدم که من پسر پدر تو نیستم و ما هیچ قرابتی با هم نداریم. در واقع پدر و مادر حقیقی من و ضیا و اصغر بیک و بابای تو از بین بردن. از اون وقت به همه کس و همه چیز بدبین شدم. تمام کوششم این بود که قاتل حقیقی رو گیر بیارم و از بین ببرم. جریان دیشب اتفاق افتاد. بعد تو هم رفتی سراغ اصغر بیکم؟ آره اومدم اینجا بلکه بتونم چیزی ازش بفهمم. اون قبل از مردنش تونست به تو حرفی بزنه؟ آره همون وقت بود که یه دفعه حس کردم دنیا رو تو سرم کوبیدن. یه عمر سر قاتل پدرم نشسته بودم. یه عمر با کسی که دور افتاده بود. نه قصاره تو حیف برای پسر یه قاتل. پسر یه قاتل چی میگی حمید؟ این حرفا چیه؟ آره پسر یه قاتل. این یه حقیقته. تو خیلی نازنین تر از اون هستی که بخوای همکاسه خانواده کثیف من بشی. برو امیدوارم تو در زندگیت خوشبخت بشی. حمید من تو رو دوست. من فقط با تو خوشبختم. مطمئن باش تمام این حرفا دروغه. تو میخوای محبت جب اولاغ خریه ها. وایسه دیگه همینجا وایسه. نفهمیدم به همه زودی تمام شد. ما تازه اومده بودیم یه پیاله وسط عشق بریزیم. برو سر قبر بابات عشق بریز. هیچ بریز. من که بابا ندارم برم واسش عشق بریزم. پس گورتو گم کن و از اینجا برو. این که راه و رسم مهمون نوازی نیست. مثلا ما اومده بودیم ببینیم دردتون چیه. مگه تو دکتری بوزینه؟ نه خیر میخوام دامپزشکم. خفش و مردش رو اون حرف زدن تو ببره. نه اصلا فایده نداره. آخه آدم که با نن من قریبم بازی که دردش دوا نمیشه. این تنه کفن کردی بگو چته. مگه خودت ندیدی حمید نامزدیشو با من به هم زد؟ پس برای همین بود که زدود به چک جادو میرفت. میرفت؟ چه وقت؟ همین الان دیدمش داشت میرفت. نه نباید بذاریم اون بره. اون نباید بره. بله درسته. حمید کجا داری میری؟ میرم یه جایی که منو نشناسن. جایی که ندونن من پسر یه قاتل آدم کشم. حمید اینقدر پدرتو زود محکوم نکن. اقلا اگه به من رحم نمی کنی به خودت رحم کن. قبل از اینکه بری از چند نفر دیگه بپرس. از کسایی که همسن پدرتن سوال کن. ببین قضاوت تو درسته یا نه. دیگه از کی بپرسم؟ یعنی تو میگی درویش نعمانم دروغ گفته؟ درویش نعمان؟ تو کی پیش اون رفتی؟ من پیش اون نرفتم.
جواد گفت که با گوش خودش از جواد غلط کرده. حالا دیگه تو به حرف جواد پدرتو محکوم میکنی؟ به حرف یه آدم دیوونه؟ اقلا خودت برو از درویش نمام بپرس. باشه، به خاطر تو پدرم یه کارم میکنم، میرم ازش میپرسم. منم باهات میام. خیلی خوب، بیا بریم. آی خدا، آی، 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 چی شد نفهمیدم؟ به، به، چه بیمعرفتها، رفتن آمار اینجا قال گذاشتن. هر چند لابود رفتن با هم عشق بازی کنن، اصلا فسکلی تو رو چه به این غلط ها خاک بر سرت کنن، مگه فضولی؟ نه بچه های من، این درست نیست، این حرفا همش دروغه، دروغ محض. پس قاتل حقیقی محسن خان و زنش کیه درویش؟ محسن خان، خدا بیامرز چه مرد زحمت کشی بود، بیچاره همین که ملک خودشو آباد کرد و اومد نفس راحتی بکشه راه زنا سر رسیدن. درویش کمکم کن، میخوان این بچه رو بکشن، کمک کن. نه ترس پسرم، برو آقا، برو. زیا من، زیا. حرمت تو رو نگردشم درویش، وگر نه با همین شش نور سوراخ سوراخش میکردم. یادت باشه، یه شاهد رو زنده میذاری، اونا بالاخره باعث گرفتاری ما میشن. درویش میدونه اگه خودش و این نامرد بخوان زبونشون رو نگار ندارن چه وضعی در انتظارشونه. اونا که جور شدن ما خودمونه به خونه محسن رسوندیم،
جسد زن شوهر رو خاک کردیم و بچه‌ش رو که شیوله زاری میکرد برداشتیم آوردیم اینجا. اون بچه همین جواده؟ آره پسرم. و علی خان پدر تو حاضر شد که اونو بزرگ کنه. پس اصغر بیک میخواست پدرم بر علیه ضیا شهادت بده. آره، ولی پدر تو میترسید با این کار چش زخمی به تو و خونوادش بخوره. علی خان بیگناهه. پدر تو بزرگترین فداکاری‌ها رو در حق شماها کرده. اون نباید چوب نامردی ضیا و امثال اونو بخوره. باید خودتو به پدرت برسونی و بگی قاتل اصلی کیه و راضیش کنی اعترافشو پس بگیره. خیلی خوب، را بیا. جواد، تو گفتی که درویش نعمان گفته که پدرت به دست پدر من کشته شده، ها؟ من از کسی ترس و واهمه‌ای ندارم، حالا میگم. اگه عکس این موضوع ثابت بشه چی؟ هیچ دلیلی نداره که من دروغ بگم. تو حاضری این موضوع رو روبرو کنی؟ فکر نمی کنم احتیاجی به این کار باشه. گوش کن جواد، موضوع مرگ و زندگی پدرمون در میونه. تو باید با من بیای پیش درویش نعمان. باشه، بریم. زیا و سواراش چند دقیقه پیش اومدن اینجا. اومدن اینجا؟ برای چی؟ برای اینکه خبردار شده بود که من جریان محسن خانو به شما گفتم. زود باشه را بزن بیار ببینم. اومد اینجا گفت اینو بدون اصغر بیک یکی از دو شاهد قتل محسن خان و زنشو به جهنم فرستادم. اون علی خان پیر سگم که احمقانه خودش قاتل معرفی کرده بالاخره اعدام میشه. حالا فقط تو میدونی و طول سگ علی خان اون وقت گفت تو رو الان میکشم همینم بعد میکشم. نامرد پس، چنان ضرب شستی بهش نشون بدم که خودش خاص کنه. همین تسرم، تو باید خیلی مواظب باشی. اون مثل ببر تیر خورده میمونه. خدا نخواست من بیش از این زنده بمونم تا به نفع پدرت شهادت بده. نامرد پس فطرت، درست گوش کن ببین چی میگم. من میخوام یه خواهشی ازت بکنم. برادرونه قبول میکنی یا نه؟ خودتو زحمت نده، خواهش بی خودم نکن. من تصمیم خودم رو گرفتم که این ده لعنتی رو واسه همیشه ترک کنم. یه دندگی نکن جواد. مگه به ثابت نشد که پدر و مادر تو اصغر بیک و ضیا کشتن؟ مگه درویش نگفت که ضیا به قتل نه، اصغر بیک و من کشتم. حالا مگه منظورت اینه که من بیام پست امنیه و بگم اصغر بیک و من کشتم؟ اشتباه کردی. واسه اینکه من تازه فهمیدم قاتل پدر مادرم کیه و از طرفی خیال ندارم تا همه کارامو انجام ندادم بمیرم. پس بیا با هم کمک کنیم زیاد دستگیر کنیم. تو باید عقل تو از دست داده باشی. واسه اینکه زیاد یه نفر نیست، 40 نفره. 40 تا یکه بزن داره. پس بگی چی کار کنم؟ همینطوری وایسام ببینم که دارم بابامو دار میزنن؟ من چه میدونم؟ بهتره که تو راه خودت رو نمیخوای بفهمی. الان اون موقعیه که باید به همدیگه کمک کنیم. فعلا که من وقتشو ندارم. تو برو پیش پدرت یه سرگوشی آب بده، بعدا با همدیگه صحبت میکنیم. خدا حافظ. سرگوش جواد، گوش کن پسر ببین چی میگم. جواد راه میده دیدم. جواد محاکمه پدرتون تموم شد. دادگاه اونو به اعدام محکوم کرده. فردا صبح اجرا میشه.
حمید، پسرم، چه کار خوبی کردی به سراغ من اومدی. پدر، قاتل اصلی عسکر بیگ جواده، اون خودش اینو میگه. تو باید اعترافتو پس بگیری. جواد؟ برای چی این کارو کرده؟ میگه میخواست انتقام پدر مادرشو بگیره. پس اون میدونسته من پدرش نیستم؟ تفلک چه زجری در این مدت کشیده. حالا جای قصه خوردن نیست پدر. قاتل حقیقی اونه، نه تو. تو باید آزاد بشی. تو از من توقع داری به خاطر چند سواهی که زنده هستم زندگی یه جوون و فدای زندگی خودم بکنم؟ نه، نه، این خیلی ناجوون مردی. پدر دیوونه که نکن. اون که با تو نسبتی نداره، اون که نسبت به تو محبتی نداره. وقتی اونو از توی اون آتیشان نجات دادم درست مثل این بود که خدا فرزند دیگه ای به من عطا کرده. ولی پدر، اون از شما متنفره. اون از این که میخوان شما رو اعدام کنن خوشحاله. حقیقت هیچ وقت پیش خدا گم نمیشه پسرم. بالاخره یه روزی میفهمه که در مورد من اشتباه کرده. اینجا خوب نیست که شما دارید با هم صحبت میکنید. اگه مایل باشید میتونید تشریف ببرید تو پیش پدر. ممنون. بفرمایید. برید تو. مواظب شما باشید. شنیدی چی گفتم پدر؟ اون خوشحاله که شما رو اعدام کنن. بذار خوشحال باشه پسرم. اون تو زندگیش همیشه غمگین و ناراحت بوده. بذار اقلن برای اولین بار مزه خوشحالی رو بدونه چیه. پدر، فکر نمی کنم تو عاقل باشی. تو یه دیوونه ای. دیوونه نیستم. اون برادرته. اون حق داره. میدونی آسون نیست آدم یه عمر توی شک و دودلی باقی بمونه. آسون نیست یه وقت چشم واکنه و بفهمه تمام اطرافیانش با اون غریبه هستن. فهمیدی چی گفتم؟ ولی هیچ کدوم از اینا دلیل نمیشه که به خاطر اون خودتو بکشتم. اون هیچ وقت قدر این کارتو رو نمیفهمه. من این کارو به خاطر اون نمیکنم. تازه اگرم بخوام به خاطر اون خودمو بکشتن بدم کار مهمی نکردم. این تنها چیزیه که اونو خوشحال میکنه. از خر شیطون بیا پایین. اون اگه گرفتار بشه میشه نجاتش داد. ولی آخه تو نه. همه چیز تموم شده پسرم. شاید این آخرین دیدار ما باشه. سعی کن بفهمی چی میگم. نه پدر، تو نباید این کارو بکنی. تو باید اعترافتو پس بگیری. برو پسرم، دست برادرتو بگیر. همیشه پشتش باش. نذار اون خودشو تنها احساس کنه. تو این دنیا بی کسی خیلی بد دردیه. تو با مرگ خودت این لکه ای رو که به دامن خانواده ما نشسته نمیتونی پاک کنی. همه منو پسر یه قاتل میشناسن. من دیگه نمیتونم سرمو پیش دوست آشنا بلند کنم. دنیا محل گذره پسرم. همه چیز رو تو خودش حل میکنه و از بین میبره. قول بهت میدم یک سال بعد از مرگ من هیچ کس این موضوع یادش نمونه. پدر، خواهش میکنم اقلا به من رحم کن. برو پسرم، برو. وقتی که من مردم برای شادی روحم دعا کن. برو پسرم، به سلامت. من میرم، ولی فراموش نکن پدر، قبل از مرگت اول منو کشتی. چی من؟ چیزی نمیخوام. هی بیا. بیا. آره. بیا.
میگم که اگه چیزی بهت میگم که بلم کنید تا حقشو بذارم کف دستش. این دیگه از کدوم جهنمی در رفته؟ از جهنم عزرائیل اومدم جون تو بگیرم، اومدم انتقام خون پدرم رو ازت بگیرم. پدر دیگه کیه جمون؟ اگه قرار بشه هر کسی رو ما بکشیم و طولش بیاد اینجا انتقام بگیره، ما روزی 100 تا مشتری داریم. من پسر محسن خانم، اگه مردی بگو ولم کنن تا سر یه دقیقه دنیا رو از شرت راحت کنم. پس این جوجه محسن خانه، ترتیب تخت کارد رو بدین. حالا فقط مونده غزاله و پسر علی خان. چون قربونت برم، قضاله بود و افراد زیاد گرفتن و بردن. گرفتن؟ آره. آب جوانه، انتقام چه مزه‌ای میده؟ اگه خدا خواست که زنده بمونم، هم من میفهمم، هم تو. نه ترس، تو زنده میمونی. پس بترس، شر، بلم کن. آره، آدم بگه که درست بخوره تو قلبش. نه نه جانمی، بلش کنی. گوله اول تو مغز خودت خالی میشه. میدونستم این طرف ها پیداد میشه، اما فکر نمیکردم به این سودی با قدوم خودت ما رو سرفراز کنی. اگه چلو بیایی مغزتو داغون میکنم. شوخی نکن، اون توفنگ رو بده به من. توفنگ که چه عرض کنم، ولی گولهشو میدم خدمتون. جعفر منظر چی هستی؟ بارو جواده واکن. ای به چشم، شما فقط دستور بدین. چی اطاعت نکنه؟ رو باز کنه ببینم، رو باز کنه. جواد جون دیدی اومدم بالاخره نجاتت دادم؟ حالت خوبه؟ اصلا جوان مردانگی ها باعث درد سر ما شده. چه کنم دیگه؟ سب کن کن. خداوندا گناهان منو ببخش، بچه هامو به تو سپردم. پروردگارا خودت اونا رو از شر بدی ها و زشتی ها حفظ. بلند شو علی، بلند شو. همه منتظر تو هستن، بریم. خیلی خوب، بریم. علی خان بشین پلو قاضی عسکر. علی خان، این حکم از طرف دادگاه صادر شده که برات میخونم. بفرمایید بابا. به نام خدا، علی فرزند رضا بر طبق شواهد مکرر و اعتراف صریح خیش به جرم قتل اسخر بیک فرزند حسین، بر طبق ماده 171 قانون مجازات عمومی محکوم به اعدام میگردد. این رأی قطعی است و امنیه محل موظف به اجرای حکم میباشد. تو مسلمانی و میدانی مرگ راهی به سوی خداست. امیدوارم خداوند از سر تقصیراتت بگذرد. کتاب آسمانی را ببوس.
توفنگ رو من ولی میکوشمش. خیلی خوب، تو بردی. آفرین. بیا اینم تو بگیرش. خیلی خوب، زود باشیم. نام خدا، علی فرزند رضا به اتهام قتل اسخر بیک که خود بدان اعتراف کرده، طبق ماده 171 قانون مجازات عمومی محکوم به اعدام گردید. علی چند دقیقه قبل
در نزد قاضی اسکر بار دیگر به قتلی که مرتکب شده اعتراف کرد و طبق وصیت او تمام اموال و داراییش اهم از منقول و غیر منقول بین دو پسرش حمید و جواد به طور مساوی تقسیم می شود و این فرمان در مورد او اجرا می گردد و به موجب آن به دار مجازات آویخته خواهد شد. نمیتونم باور کنم که تو مرتکب قتل اسخر بیک شده باشی. به هر حال خیلی از این پیش آمد متاسفم. امیدوارم اند کن تو رو تو ممنونم دارو دو پسر آمو بود. معطل چی هستین؟ محکمتر ببندینش، دوباره بکشینش بالا. دست رو گردانی، قاتل رو آوردم. بیا پایین ناجز، بیا پایین. خودتو به هوش مردگی نزن. بلند شو. چیه؟ چی شده؟ قاتل اسقر بیگ این سارقه. اون برای اینکه اسرار دوستی و جنایتش فاش نشه شبونه به منزل اسقر بیگ میره و اونو میکشه. ای نامرد، من اسقر بیگ خوشم. قاتل چی هستین؟ دستگیرش کنید. برای اینو بدون که تو را میکشم. تو نمیتونی از درشان. میدونستم که تو پیگونه. بلم کنید، همتی رو میکشم. میکشم. پدر پسر دلبنده، نمیدونی من چقدر خوشحالم پسرم. منم همینطور. نمیدونم از زحمتی که برای نجات من کشیدی ممنونم. پدر، درسته که من خیلی فعالیت کردم، ولی باید از جواد تشکر کنم. جواد؟ ایوا، هنوز شما رو دار نزدن. آه، خوشبختانه من. ببین چه به موقع رسید. پسرم، تو باعث نجات من شدی. پدر، همه چیز به من ثابت شد. الهی شکر. خدا رو شکر که الحمدلله. ای خدا. دختر از قربه ایکو از دست زیای پس فطرت نجات بود. من هنوز یه خورده گرفتی دارم. شما برین سر خونه و زندگی تا ترتیب کار من. بسیار خوب پدر. ما منتظر شما هستیم. شما بفرمایید. من اینجا یه خورده کاری دارم. بعد میرم. آوی نفته. خب آقا زیا از قدیم دن آدم با پدر مادر این مثل تو. درش با میدان بیرم. ولی سر صفره پدر مادرش نمیشیده. فهمیدی؟ حافظشو. حمیدی جون، حمیدی میخواد منو بخوره. حمیدی فقط چپش میکردن تو میده.